برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. معاونت پروژه‌های مهندسی و فنی حرم امام حسین علیه السلام به منظور آماده سازی برای پذیرایی از زائران میلیون اربعین حسینی اقدام به بازسازی گذرگاه مرزی چذابه در استان میسان کرد. مهندس مسئول این پروژه حسین باسم طی اظهاراتی گفت این کارها شامل ایجاد سایبان برای محوطه‌ای به مساحت 30,000 متر مربع می باشد. وی در ادامه تصریح کرد این گذرگاه با تجهیزاتی از قبیل کولر، فنهای مهپاش و دستگاه‌های ویژه برای خنک‌سازی محل به منظور رفاه حال زائران آماده شده است. کارکنان اداره پروژه‌های مهندسی آستان مقدس عباسی از ادامه فعالیت پروژه صحن حضرت ام البنین سلام الله علیها خبر دادند. حسین محمد باقر مهندس این پروژه طی اظهاراتی گفت صحن حضرت ام البنین سلام الله علیها در ضلع شمالی مشرف و حرم حضرت عباس علیه السلام قرار دارد و به عنوان بخشی از پروژه‌های توسعه آستان مقدس عباسی در منطقه باب بغداد به حساب می‌آید. شایان ذکر است که مساحت کل این پروژه 10,000 متر مربع می‌باشد. بخش مهندسی و عمرانی آستان مقدس علوی از پایان پروژه زیرساخت پارکینگ بزرگ نجف اشرف خبر داد. این پروژه عمرانی زیر نظر آستان مقدس علوی و با هدف خدمت رسانی به زائران به ویژه در ایام زیارتی و مناسبت‌های دینی انجام می‌شود. لازم به ذکر است که این پارکینگ بزرگ در زمینی به مساحت 160,000 متر مربع و در 8 طبقه ساخته می‌شود و از مهمترین و بزرگترین پروژه‌های عمرانی در جهت کاهش ترافیک و تسهیل در رفت و آمد خودروها در سطح نجف اشرف به شمار می‌آید. انور ابراهیم نخست وزیر مالزی بر لزوم گفتگو و هم افزایی بین مسلمانان و دیگران برای تقویت درک متقابل و جلوگیری از سوء تفاهم هایی که منجر به اسلام حراسی می شود تأکید کرد. نخست وزیر مالزی این سخنان را در مراسم افتتاحیه هفتمین کنفرانس جهانی اندیشه و تمدن اسلامی با شعار در کنار هم ایستاده ایم مسلمانان و بشریت جهانی مطرح کرد. گفتنی است این کنفرانس با هدف ایجاد بستری برای تبادل ایده بین رهبران، محققان، اندیشمندان و متخصصان منطقه‌ای و بین المللی برای رسیدگی به مشکلات جهان معاصر تشکیل شده است که بر جهان تأثیر دارد. سازمان بهداشت جهانی در اقدامی فوری کمپینی را به منظور مبارزه با شیوع بیماری اسهال آبکی با همکاری وزارت بهداشت عمومی و جمعیت یمن راه اندازی کرد. این پروژه 12 ماهه که 3 میلیون دلار هزینه دارد قرار است یک راه نجات برای سیستم بهداشتی یمن باشد. گفتنی است تمرکز این پروژه بر رسیدن به 3 نتیجه کلیدی شامل افزایش تشخیص زودهنگام بیماری اسهال آبکی، بهبود مدیریت موارد شدید و جلوگیری از انتقال به جامعه می باشد. لازم به ذکر است در حال حاضر هر روز بین 500 تا 1000 مورد جدید از این بیماری در کشور یمن گزارش می شود. حکومت بنگلادش فعالیت حزب جماعت اسلامی شاخه دانشجوی این حزب و دیگر نهادهای وابسته به آن را ممنوع اعلام کرد. بنگلادش این سازمانها را به دست داشتن در این ناآرامی‌ها و تحریک خشونت در جریان اعتراضات اخیر دانشجویی متهم کرد.
در این اعتراضات که بر سر سیستم سهمیه بندی مشاغل دولتی رخ داد، دست کم 211 نفر کشته و بیش از 10,000 نفر در سراسر این کشور بازداشت شدند.